The movie that we will be seeing is called Banu, and I'm pleased to announce that Ms. Gohar Khairandish is here with us, and Ms. Elahe Ehsani will have a question-answer session after the movie is over. So please remain so you can listen to that program. خیلی ممنون خانم خیراندیش. این فیلم واقعا اینقدر قوی بود که من ممکنه مقدار طول بکشه تا بتونم برگردم و صحبت کنم. خیلی خوشحال هستم که این رو خدمتون تقدیم کنم و کمیسیون خیلی خوشحال بود که تقدیم کنه. من اول میخونم و بعد خدمتون تقدیم میکنم. This is a certificate of honor from City and County of San Francisco's Immigrant Rights Commission. It says, whereas Gohar Khairandish has excelled as an artist, actress and director, and whereas Gohar Khairandish has been nationally recognized for her artistic talent and positive portrayal of Iranian women, and as a result she's been recognized for that internationally, whereas she has starred in over 41 popular movies and many more theater pieces and television shows, therefore, be it resolved that the San Francisco Immigrant Rights Commission welcomes Gohar Khairandish to the San Francisco Iranian Film Festival and commends her for her many contributions to art, women, and society. September شما که تعامل کردید، موندید و دارید برای در واقع تعالی بخشیدن به هنر ایرانی، برای اینکه بتونیم ریشه های خودمون رو حفظ بکنیم و در جامعه ای که خودمون شاید زندگی نمی کنیم و ریشه هامون در جای دیگه در ایران عزیزمون هست، هر کدوم برای شناسوندن هویت ملی و فرهنگی مون کوشش میکنیم. من به شما همگی خسته نباشید میگم و اینجا آرزو میکنم در حالی که جهان رو به در واقع یک دهکده بزرگ داره میشه که همه فامیلی داریم میشیم، بتونیم با تغییری که در جامعه داره همینطور شکل میگیره و اینکه دل ببندیم به جوانانی که و آرزو بکنیم و بگیم ای کاش صلح جهانی و همه جهان برقرار بشه و به امید آن روزی که هرگز جنگی نباشه، برابری باشه، دوستی و در واقع همزیستی مسالمت‌آمیز همراه با آزادی، امنیت. من میخوام که نزدیک کنم خودم به جغرافیایی که شما باورم کنید، فیزیکم رو، بیانم رو و بازیم رو طوری ارائه بدم که وقتی شما مثلا در میوه ممنوعه تعدادی هست که ممکنه این سریال رو دیدن، یا در مکس که اینجا به نمایش گذاشته شده، یا واکنش پنجم، فیلم دنیا، خیلی از کارها رو شاید هم خواستگار محترم دیدین، میبینید که من تمام سعیم اینه که به این کار نزدیک بشم. وقتی که مثلا در نان عشق موتور هزار من یک زن خرده بورژوای، حالا شاید هم بورژوای رو به زوال رو بازی میکنم، در واقع تبختر و تونالیته صدا از جایی من براش استفاده میکنم که بیشتر صدای سینه است. وقتی میگه باران عزیز
میدونیم که وقتی که زنی در ارتفاع پس که در جنوب زندگی میکنه و با فامیلش میخوان هواپیمایی رو بدزدن یا خود همون زیر مدینه، صدا از سره جغرافیای زندگیشون مجبورن که داد بزنن یا قاسم ننه کجا میره تو سر، و مثل اینجا که صدای خودم رو طوری نزدیک و نازک و بدبخت گونه با آهنگ شیرازی با تونالیته زیر مدینه و صدای زیر مدینه و فیزیک زیر مدینه کاملا فرق داره. و در اینجا در واقع زنی رو که ما اینجا به تصویر میکشیم، زنی هست که با پر از درد و رنجی که با سوختگی صورتش ما داریم فقر و بدبختیشو نشون میدیم، ولی آقای مهرجویی یادمه خیلی وقتی من تو اون گریم میرفتم منو دوست نداشت، وقتی گریمم رو پاک میکردم میگفت سلام علیکم خانم گرندی، گفتم من تحویل گرفتیم بالاخره. اون زیر کرسی رو من خاطرات گذشتم رو همینجا آوردم، زنانی که گاهی خودشون اگر فکر میکردن خوشگلن ما تیکه های بامزه گذاشته بودیم که موهاش تا اینجاش بوده، چشاش اندازه گاو بوده. یا وقتی آقای مهرجویی به من گفت من میخوام هاجر با شوهرش مغازله ای داشته باشه، یعنی یک زندگی عاشقانه شون هم نشون بدیم. وقتی که من نشستم هرچی فکر کردم خدای در اون زمان و اونجا بودیم میشه چه چیزی رو از یک زن و مرد عشق بازی چگونه رو نشون داد با این دوتا آدم، یعنی کرم علی و من، نشستم صدر به اصطلاح کرسی و فقط فکر کردم بهش رسیدم، گفتم آقا نشون نمیدم تا بیان با فیلم بردار نگاه بکنی. من اونجا نشستم فقط تخمه خوردم و ریختم بالای کرسی که خب حتما تداعی خیلی چیزا رو باید بکنه، بالای کرسی نشستم فقط یک دست من و از یک طرف، بعد یهو میخنده بعد یه خنده دیگه میکنه. آقای مهرجویی با هوشمندی هرچه تمامتر گفت کافیه، متوجه شد و دید هیچ صحبتی هم نشه، میشه نشون داد که دو تا آدم با هم قبلا چی داشتن میگفتن. یا صحنه با بانو که من عصبانی میشم و میخوام برم و بگم ما دوست نیستیم، خدا میدونه شما خودتون پستر و دوسترین، ولی همون موقع میگه من ول میکنم میرم، من میرم تو راه آب میخوابم، مثل سگ اونجا میخوابم ولی پول تو رو نمیخوام. یعنی من با پدرم فرق دارم، یعنی صحنه های اون صحنه رو خیلی دوست دارم خودمم. آقای مهرجویی هم از بس که کارگردان فرهیخته و هوشمندی هست، هر پیشنهاد خوبی که به متن کمک میکرد میپذیرفت و هر پیشنهادی که از فکر اصلیش اونو دور میکرد رد میکرد. آقای مهرجویی همه رفتارش در فیلمش برای خودش داستانی پشتش فلسفه، سر فلسفه بوده، فلسفه زندگی و با رنگ‌های مختلف، و اینکه خانم بانو اول سیاه می‌پوشه و سپس زنگار رو می‌زدایه و بعد به سفیدی این رو در واقع آرایش می‌کنه، لباس رو می‌پوشونه به زن، که دیدگاهش رو هم پاک کرده از سیاهی و تاریکی. واقعا اون صحنه کرسی خیلی قوی بود. <تص-> 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 <تص->